پس از اعلام ترکیب دولت موقت طالبان در کابل، رسانه‌ها به محافل فاشیستی پانفارس داخل و خارج ایران عصبانی‌تر از آمریکا و اتحادیه اروپا به عمل نکردن طالبان تروریست به وعده‌هایش به شدت اعتراض می‌کنند. دولتی که معرفی کردید شما، دولتی که به وضوح دولت فراگیر نیست، همه اعضایش مرد هستند، 95% پشتون هستند. شما به جامعه جهانی وعده داده بودید که دولت فراگیر تشکیل میدید. آیا به جامعه جهانی دروغ گفته بودید؟ آنها معتقدند که طالبان جامعه جهانی را فریب دادند و 95% دولت موقت در افغانستان را پشتونها به دست گرفتند و همه اعضای دولت نیز مرد هستند. البته برای هر کس که اندک شناختی از تفکر شوم پانفارسی و ایران شهری دارد، کاملا واضح است که اینها نه درد حضور زنان در دولت را دارند، نه درد تروریسم. درد اینها بازی ندادن همتباران تاجیکشان توسط طالبان و کوتاه شدن دستشان از حکومت افغانستان است. این در حالی است که ترک‌ها با جمعیت 40% حدوداً نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و در حالی که ترک‌ها از تمام مراکز حساس و تأثیرگذار کشور از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کابینه دولت کنار گذاشته شده‌اند، فاشیست‌ها و ایران شهری‌ها در تضادی آشکار نه تنها به حسب ترک‌ها از اداره کشور اعتراضی ندارند، بلکه پا را از طالبان هم فراتر گذاشته، به طور سیستماتیک و با وقاحت تمام با آذری نامیدن ترک‌ها در رسانه‌های زرد خود حتی وجود اتنیکی به نام ترک را کاملا انکار می کنند. این همان خوی فاشیسم ایرانی است که ظاهرا پانفارس ها نسخه کپی آن را با حمایت تمام قد از همتبارشان احمد مسعود برای افغانستان هم در دستور کار دارند، ولی طالبان تروریست با انتخاب 95% پشتون ها در ترکیب دولت موقت و حذف بقیه اتنیک های افغانستان تا بدین جای کار رشته جنابان ایران شهری را پنبه کرده است. طالبان با حذف سایر اتنیک‌های افغانستان از جمله جمعیت بزرگ ترک و تاجیک از اداره کشور ثابت کرد که شاگرد خلف جمهوری اسلامی و جریان پانفارسیسم است، ولی شاگردی چموش و حرف گوش نکن که به استادش رو دست زده و شاید بتوان گفت طالبان زنگ پایان جریان فاشیستی ایران شهری را در افغانستان به صدا درآورده است.